اگه بخوام یه امتیازی بدی به این خواننده ها، من شروع میکنم از این 5 تا غیرت خودت. بذار یه کلی به شما بگم، حالا خارج از هر بحثی، من همه این عزیزان که اینقدر لایق این بودن که توی این ارکستری به این باشکوهی بتونن بخونن و هنرنمایی کنن، واقعا باید به همه اینا، این عزیزان و این بزرگواران که همه پیشکسوتان ما هم هستن، من هم به همشون ده میدم. به همه؟ به همه ده. خب پس یک کاری کنیم شما، همه رو تک به تک. من اینا برم تو به همه ده میدم. رضا تاج بخش چی؟ رضا تاج بخش خب یکی از اسطوره های موسیقی ماست به نظر من، یعنی اگه خارج از کشور رفته بود و تحصیلاتش بیشتر ادامه میداد جزو نوابق موسیقی ما الان هم البته هستا. من رضا رو خب چون خیلی ساله میشناسم و دوست قدیمی من هست و چند تا کار ارزشمندم برای من کرده، واقعاً باید قدرش رو تو ایران بیشتر بدونیم و این فضاها رو بهش بیشتر بدیم تا بتونه خواننده‌های بیشتری رو بیاره و این حس خوب و این حس قشنگ رو تو این ارکستر به این باشکوهی تجربه کنن. هم این که اگه رو استیج می‌خواستی اجرا بکنی با کدوم از این خواننده و دوستش با هم دیگه رو استیج اجرا کنی؟ ببینید خب من جزء خواننده‌هایی بودم که فکر کنم خیلی فیت دادم، حالا از حمید صفت و سیامک عباسی و کمکم کن یکی دیگه هم بود، ولی خب خودم دوست دارم این اتفاق و تمام دنیا هم همینه، تمام بزرگان موسیقی دنیا با هم دیگه فیت میدن و جذب طرفدار میکنن و محبوب میشن اینجوری، ولی متاسفانه خب تو ایران همیشه گارد بود و این اتفاق نیفتاده. من تو همین کنسرت هم دیدین که هم با حامی عزیز که واقعا جزو بهترین هاست، حامی از هر نظر، خوندم آهنگ دلم گرفت و با هم خوندیم، با سیامک عباسی دوباره همچین اتفاقی افتاد و من خودم پیش قدم بودم همیشه تو این موضوع و دوست دارم. چه آرزویی براش داری؟ چه صحبت براش داری؟ ببینید من این اتفاق برای هر کدوم ماها ممکنه پیش بیاد، ماها چون از دور میبینیم همیشه مسائل گنده میکنیم، ولی خب مطمئنم که چون من با حمید صحبت کردم، با خانوادهش، با همسایه‌هایی که اونجا بودن و شاهد بودن، واقعا حمید قصدش این نبود، یعنی آدم این کار نبوده اصلا، چون من خیلی روحی حمیدو میشناسم. فقط براش آرزو میکنم و از مردم میخوام که واقعا براش دعا کنن که زودتر مشکلش حل شه. امسال ان شاء الله، حالا خبرای خوبی هم شنیدیم، ان شاء الله که مشکلش حل میشه. یعنی خبری هم داری برام؟ ان شاء الله که حل میشه دیگه، ما فقط میتونیم دعا کنیم الان. قربون شما، خیلی ممنون از موسیقی ما که همیشه به من لطف دارن و مردم عزیز که اومدن حمایت کردن این کنسرت با شکوه و ایشالله از این اتفاقا بیشتر بیفته. خیلی ممنون از شما. شلوغ و گرم و روشنی درست تیر زندگی، من چشم و جردم و تو افتادی بین زندگی، دروغ میگفتم ولی تمام این سانسایی که تا الان اجرا داشتم با من فرق کرد. حسش هم گفتنی نیست. دمت هم گرم که لحظه رو داری صبر می‌کنی. اگه بخوای شماره بدی به همشون چند میدی امتیاز؟ امتیاز نمیدم من. گفتم. چه عددی رو به همشون میدی؟ من به همشون سعی کردن همیشه بهترین باشن تو اون راهی که دارن میرن و همشون از این جهت 10 میگیرن. همشون خوبن واقعا، همشون این که بخوام اسم بیارم کسی رو بگم زیاد مدل من نیست، با اینکه همه‌شون رو دوست دارم، حالا ممکنه مخاطبه بعضی‌هاشون بیشتر باشم بعضی کمتر باشم، ولی همه‌شون کارهایی دارن که من دوست دارم. به خودت چه شما چه عددی رو میدی؟ به خودم از 10 20 میدم. نه شوخی کردم، اینو چیز نگ ادامه‌ش هم پخش کن. نه من خیلی جا دارم هنوز، من دارم یاد میگیرم.
من دانش آموز بدی نیستم. من میگم همیشه تو مهم اینه که تو ژانری که کار میکنی بهترین باشی و ادا در نیاری. این چی میگم؟ شهرام شب‌پره یه جور کارو کرده و تا الان ترکونده و هیچ کی نتونسته مثل شهرام شب‌پره باشه. من خب همه کارامو دوست دارم، ولی به حال این روزام که چون خیلی سخت کشیدم واسه هر جای دنیایی دلم اونجاست. من کعبمو دور تو میسازم، من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم. من سلام میکنم خدمت دوست عزیزم که آقای دارش صالح‌پور از دوستان قدیمی من هستن، موزیسین خیلی خوب. یک ترکی در واقع امشب رو پرده برداری شده ازش به نام ساحل، ساخت آقای صالح‌پور و تنظیم بنده. هیچ افتخاری برای من بزرگتر از این نبوده که امشب قسمتی از این برنامه بسیار مهیج و پر افتخار باشم در کنار بهترین و با استعدادترین، به جرئت میگم، موزیسین ایران آقای تاج‌بخش عزیز. یه نکته ای رو بگم، نه به خاطر اینکه ما امشب همه با هم هستیم، خدا رو شکر خواننده‌ای که امشب هستن همه مخاطبای خودشون رو دارن و داشتن و سالیان سال رو صحنه بودن و امشب این اتفاق جدید رو رقم زدن. یعنی اینکه این اتفاق، خب حاشیه‌هایی وجود داشته که چرا این خواننده‌ها اومدن کنار هم یک شب روی صحنه رفتن، چون خیلی سخت پیش میاد که خواننده‌ها همدل باشن. اگر بخوام امتیاز بدم، حامی خواننده خیلی خوبیه، مهدی جز خواننده‌های با قدرت، خوب میخونه، بلد کار رو. سیامک که گفتم فوق العاده رو احساس خوب میتونه بخونه. هفت حامی بیشتر از هشت شاید، یعنی قطعا رضا که تو دیوانگی نمره ده رو میگیره و کار بزرگی کرده. آره تو دیوانگی ده، توی نه دیوانگی شخصی، موسیقی که خب این توش منعکس میشه، قطعا رضا دیوان است. اگر دیوان نبود قطعا اتفاقاتی که امشب به وجود به دست آدم عادی نمیاد. رضا صادقی، رضای عزیزم، خواننده خیلی خوب و قدیمی. تقریبا چند تا از این خواننده ها خواننده های قدیمی این کشورن و همیشه هم صداشو دوست داشتم. خب من کارهای احساسی رضا رو خیلی دوست داشتم. امیر عباس جزو خواننده هایی که جای درستی ایستاده و به نظر من به عنوان یک دوست که حس خوبی از معاشرت باهاش گرفتم، توی خوندنش و احساسش هم بالای عدد 7 بهش میدم. بالای عدد 7 8 میدم. آره اونم نه به عنوان یک کارشناس، به عنوان یه دوست. زخم تازه میزنی اما دم نمیزنم، شهر و بیشونه تو دیگه قدم نمیزنم، بغض تلخ رفتن تو تا ابد باله میشه، مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه. زخم تو زمیزنی اما دم نمیزنی، شهر و بی شنه یه تو دیگه قدم نمیزنی، بغض تلخ رفتن تو تا ابد باره میشه، مثل تو
یه زخمته دیگه درود بر ملت عشق که تک تک آدم هایی که توی این مملکت دارن کار هنری میکنن، دارن زحمت میکشن، دارن با عشق کار میکنن، به عشق تک تک شماست. دوستتون دارم و دستتون رو میبوسم. از خب نه نه ببین نه اوکی ببین تو کاتگوری بندی اخلاق داریم، رفاقت داریم، کیفیت داریم. توی رفاقت که خب روزبه نعمت اللهی اولی رفیق منه تو بچه‌ها، چون از سال 80 باش رفیقم، دوستش دارم با اخلاق. توی صدا خب خواننده‌ای که صدا محورن مهدی یراهی و امیرعباس گلاب رو خب انتخاب میکنم. بعد دیگه چی؟ تو کاتگوری بندی دیگه چی؟ تو معرفت هم همشون رو انتخاب میکنم. آره. بعد یه نکته این که من 21-22 ساله دارم کار میکنم و خب کنسرت های مشترک زیاد داشتم، از ناصر عبداللهی و نیما و مانی و اینها گرفته تا دوستان دیگه، ولی این بار یه اتفاق خیلی جذاب و جالبه کنار بچه ها بودن. علت این که همشون طرفدارای خاص خودشونو دارن. اینطور نیست که یک مثلا سال 1392 اومده باشن 93 اوت شده باشن، حالا 93 نه 95، طرفدارای خاص خودشونو دارن. برای منم که ماندگاری خیلی مهمه توی موزیک، رفقایی که کنارشون هستن براشون آرزو میکنم که صدام کرد. بچه ها من رفتم. وقتی میخندی زندگی زیباست، چشمای سردت مثل آسمون همرنگ که دارم میخونن. خب قاعدتا دوست دارم به همه شون شیش بدم دیگه، چون دوستامن و حالا اونایی که دوستی نزدیکم ندارم آدم هایی که این مردم دوستشون دارن و توی این وانفزای موسیقی و توی این اتفاقات عجیب غریب این روزا آدم هایی که بیان توی این فضا موسیقی اجرا کنن همه شون امتیاز شیشو دارن. ببین اگر بخوایم امتیاز بدیم، چون روی این صحنه ها ما صدای یک بانوی ایرانی رو نداریم، یه خورده ناعادلانه است فقط شیشو به همه مردها دادن. ما اجازه بدید من امتیاز شیشو به دختران خوش صدای سرزمینم بدم که این روی استیج نیستن. من به حمید حامی بابت پرستیجش، بابت شخصیتش، بابت اینکه سالها به موسیقی که دوست داره و موسیقی که میشناسه احترام قائل بوده، من واقعا امتیاز شیش رو میدم. به همه چیزش امتیاز شیش میدم، همه اخلاق خوبش، صداش، مردمداریش و حسش. از همه مهمتر جنوبیه دیگه، یه دونه است. خب امیرعباس گلاب چطور؟ شیش. آره درست جوانه، اینا بگه امیرعباس گلاب چون درست جوانه ولی بسیار مردمش رو میشناسه، احساس مردمش رو میشناسه و علاقه ویژه‌ای داره به حس حال مردمشون. روزبه نعمت‌اللهی چطور؟
روز به هم جوان خیلی با استعدادیه، بسیار جهانبینی خودشو داره و موسیقیش هم شبیه دنیای خودشه. اون هم انشالله فرصت های زیادی براش حاصل بشه و به اون اتفاق شیش برسه. سیامک عباسی خب بالاخره جوونه، تازه شروع کرده و من احساس میکنم یه خورده باید کار کنه که به شیش برسه. همیشه دوست داشتم با دو نفر، یعنی دو تا اتفاق روی استیج داشته باشم. یه اتفاق دوست داشتم با آقای معین یه همصدایی داشته باشم روی صحنه، چون جهان منه و از کودکی خیلی چیز ازش یاد گرفتم. و اگر روزی بشه خیلی دوست دارم هر کسی، و چه بهتر اگر تیارا باشه کنار من به عنوان صدای قدرتمند یک بانوی ایرانی کنار من باشه و این همصدایی رو با یک صدای بانوی هنرمند ایرانی داشته باشم. شکار شامشون نبا به زخم ها خو کن، ولی با گل ها هم خون نباش، شیر بزرگ بیشه باش، سمت هر آهوی نرو، تنها بمونم ما با هم رو باقی هم سفره نشد. دنیا پر دراهیه، نمیشه اشتباه نکرد، کدوم درختی میتونه گل کنه تو پاییزی سر، اما هر آدمی یه جا با شادی روبرو میشه. حمید حامی به صداش باید رای بدم به تکنیک خوانندگی، یعنی پکیج رو در نظر بگیرم. حمید حامی شاید درست نباشه، به هر حال حمید دوست ماست، بسیار پرسابقه است، کارنامه درخشانی داره، ولی من معتقدم حامی با این صدای بی‌نظیرش باید خیلی از این موفق تر می بود و شاید به حالا یه سری روحیات شخصیش و انتخابایی که داشته و اینا برگرده، ولی به هر صورت حامی خواننده بی‌نظیریه. شاید نمره ندم بهتر باشه. حالا یه نمره بدین، همه نمره هست. 8. رضا صادقی. رضا صادقی هم بالاخره هنرمند با سابقه یه و طرفدار خودشو داره. فکر می‌کنم به ایشون هم بعد همون 7 تا 8 نمره بدم. روزبه نعمت‌اللهی. روزبه هم اینطور. من خودم شخصا صدای روزبه رو خیلی دوست دارم، چون یه گرفتگی خاصی تو صداشه که خاصش کرده. ولی خب روزبه هم اینطور، آهنگایی که خونده آهنگای یه قشر خاصی دوست دارن آهنگاشو. منم خودم چند تا از آهنگاشو خیلی دوست دارم. فکر کنم به روزبه هم باید همین 7-8 بدم. امیر عباس گلاب. امیر عباس خیلی خواننده خوبیه، بسیار سلیقه خوبی داره، مردمو خوب میشناسه، تکنیک خوندنش خوبه، رفیقمه. فرقش اینه. امیر عباسو 9 میدم. چون رفیقته. آره. آدم رفیق بازی هم دیگه. مهدی عرایی چطور؟ مهدی هم همیشه آدم کاملا ارزشمندیه تو موسیقی ما، خیلی خوش سلیقه است و خیلی موسیقی محترمی داره. به مهدی عرایی هم من 7-8. آره. نظر دامنی رضا تاجبخشی؟ رضا عالیه، کاراکترش بی نظیره، اصلا موزیسین درجه یکیه، خیلی باسواد، خیلی خوش سلیقه، خیلی ریل تایم، یعنی همین که در لحظه خلق میکنه و در لحظه عکس العمل نشون میده برای من خیلی جالبه. این از نشوننده هوش سرشارشه، ولی چیزی که برای همه بچهای موسیقی رضا رو دوست داشتنی کرده فان بودنشه. اینقدر بامزه و بانمک و اینقدر خودشه، به موقعیت فکر نمیکنه که الان برای این موقعیت چه ریاکشنی خوبه. اگه دوستش روی استیج انتخابی بود دوستش اجرا بکنی، دوستش با کی اجرا بکنی؟ اگه همه چی مساعد بود و در جغرافیای زمان و مکان و اینا وجود نداشت، دلم میخواست با فرهاد، با فرهاد که اسطوره زندگیمه، روی استیج بخونم. هرچند که ما کجا و اون کجا، ولی خب دوست داشتنه دیگه، آدم میتونه هرچی دلش میخواد آرزو کنه. روبره دوربین موسیقی ما هر صحبتی دلت میخواد به هوادارا داری با هر کی داری. خواهش میکنم. این کنسرت خیلی تجربه خوبی بود برای من، ولی
منتظرم که انقدر تجربه کنسرت برای ما شیرین و لذت بخشه، بی صبرانه منتظرم و ثانیه شماری میکنم برای کنسرت خودم که اوایل مرداد ماهه، حالا متعاقباً تاریخش اعلام میشه. از همه دعوت میکنم که خوشحالمون کنن و به پیوندن به کنسرتمون. مرسی. عشق دورم تا تو هستی من صبورم، کوه هم اما پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم، سوی تو کوه با تو اما برگ نورم. خودم را میرسونم تا کنار زندگیمو بگذرونم. شون 10 میدم و خیلی لذت بردم از صدای تک تکشون و خیلی اتفاق جالبی بود ترکیب این همه صدای شنیدنی یک جا. واقعا خیلی خوب بود. با این دوستان نه، با اکثرا دوست هستم، ولی همکاری با برای کارهای
هنری خودم مثل به سریال یا فیلم ها خیلی متاسفانه. فرزاد فرزین همکاری داشتی؟ بله بله، تی عاشقانه. بله، نظرتون نمونه این کنسرت رو خیلی لذت بخش بود و دلم میخواد تموم نشه، متاسفانه تموم شد. مثل این که کدوماش خاطره داشتیم؟ با آقای روزبین متولایی، با آقای حامی و آقای گلاب هم تازگی ها تقریبا سیدیشون از توی ماشینم در نمیارم، یعنی همجور پشت در هم ترکاشون رو گوش میکنم و لذت میبرم. من که اصلا صاحب نظر نیستم توی موسیقی، من شنونده خوبیم و امشب هم واقعا لذت بردم. من نه من فقط ترانه سرایی میکنم که اونم یه مدت متوقف کردم، ولی خب تنها چیزی که از آلبوم روی دیگر بهرام رادان و 5-6 تا از ترانه هاشو نوشتم. نه من متوقف کردم، گذاشتم برای یه مرحله دیگه ای که کار هنری خودم رو متوقف کنم اون کار رو شروع بکنم. خبر تازه ای دارید از کاری که الان دارید انجام میدید؟ من الان سریال گلشیفتر در حال بازیشم که در حال پخش هم هست، فیلم سینمایی لونه زنبور که روی اکرانه و دانشمند زن که به زودی میاد. من به سایت موسیقی ما خسته نباشید میگم و بابت تمام زحماتی که دستندرکاران موسیقی و آواز برای موسیقی ایران میکشن با همه محدودیت هایی که براشون وجود داره واقعا دستشون میبوسم و تشکر میکنم. خیلی ممنون. قربون شما. مرسی. متشکرم.